با آنکه هنوز هم 3 میلیون طفل افغان در معرض خطر قرار دارد، اما مؤسسه بین المللی حمایت از اطفال میگوید که با عملی شدن استراتژی جدید این مؤسسه وضعیت کودکان افغان بهتر میگردد. وحید احمدزی سرپرست سیف د چلدرن یا مؤسسه بین المللی حمایت از اطفال روز سه شنبه در نشست خبری گفت این مؤسسه استراتژی جدید 3 ساله را به خاطر بهتر شدن وضعیت کودکان بی بضاعت در افغانستان آغاز کرده است. مؤسسه بین المللی حمایت از اطفال با استفاده از این فرصت به ادامه کمک هایش تعهد می نماید و با راه اندازی پلان استراتژیک به اطفال افغانستان کمک و از آنها حمایت می کند و این مؤسسه برنامه ها و خدمات خود را به خاطر همکاری با طفل افغان و حفاظت و نجات آنها ادامه می دهد. با گفته آقای احمدزی این مؤسسه تا کنون توانسته 3.4 میلیون طفل را به طور مستقیم و غیر مستقیم در سطوح مختلف حمایت و همکاری کند. در همین حال شماری از اطفال بی بضاعت در کابل از نهادهای ملی و بین المللی می خواهند تا حمایتشان را در راستای بهتر شدن وضعیت اطفال در معرض خطر افغان بیشتر سازند. منصور یکتن از این اطفال چنین می گوید: لازم است تا دولت افغانستان و نهادهای بین المللی مسئله کودکان را در این کشور درگیر با جنگ و ناملایمت متعدد اجتماعی در دستور برنامه های خیش قرار بدهند. مسئله اولویت برای اطفال در همه چیز و همه جا منحیث یک شعار واقع گیرانه و در چوکات برنامه های عملی جامعه عمل پیدا بکند. از سوی هم مقامات وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین میگویند با آنکه بسیاری از نهادهای ملی و بین المللی به خاطر حمایت از اطفال بی بضاعت در کشور فعالیت میکنند، اما هنوز هم 3 میلیون طفل در معرض خطر قرار دارند. الیاس صالح، رادیو آزادی، کابل.